به دنبال کشف جسد یک نوجوان عرب در بیت المقدس فلسطینیان خشمگین با نیروهای امنیتی اسرائیل درگیر شدند. احتمال می روید این نوجوان به تلافی کشته شدن سه دانش آموز علوم دین یهودیت و توسط یهودیان افراطی به قتل رسیده است. قتل های دیگر که با باور افراط به تقاس و چشم در برابر چشم دست یافتن به صلح و آرامش در این منطقه از خاور میانه را سختتر و سختتر می کند. دولت اسرائیل حماس را مسئول قتل سه یهودی می داند و وعده داده از قاتلان آنها را پیدا و مجازات خواهد کرد. اما خانواده و شاهدان عینی میگویند محمد ابو خزیر نوجوان 16 ساله فلسطینی با امداد چهارشنبه در شعفات بیت المقدس رو بوده شده و در منطقه جنگلی در پیرامون این شهر به قتل رسیده و جسدش سوزانده شده است. دولت اسرائیل از یک سو وعده مجازات قاتلان یهودیان را میدهد و از سوی دیگر دستور تحقیق و بررسی در خصوص قتل نوجوان فلسطینی را صادر میکند سخنگوی دولت اسرائیل نخست وزیر نتنیاهو تگ دستوری از پلیس خواسته است تا به سرعت و در اسرع وقت حقیقت را روشن کند او همچنین خواسته است تا هیچ کس خودسرانه مجری قانون نباشد و در کار تحقیق پلیس دخالت نکند دیروز شنبه پیکرهای یک جوان و دو نوجوان یهود که حدود 20 روز پیش در کرانه باختری رود و اردن رو بوده شده و به قتل رسیده بودند با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به خاک سپرده شد.